دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش کرد که حملات روز دوشنبه اسرائیل به جنوب دمشق تا کنون 21 کشته بر جای گذاشته است که 12 نفر از آنها از عناصر سپاه پاسداران هستند. بر اساس این گزارش 6 نفر دیگر از نظامیان ارتش اسد بودند. رامی عبدالرحمن سخنگوی دیدبان حقوق بشر سوریه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزایش شمار کشته شدگان را تایید کرده است. گزارشی از الحدث. غارات إسرائيلية قرب دمشق وصل صداها إلى طهران فالبيان المقتضب لإعلام بمباران‌های اسرائیل در نزدیکی دمشق صدایش به تهران نیز رسید. سران رژیم در اظهارات خشمگینانه‌ای که داشتند گفتند موشک‌های اسرائیل را سرنگون کردند، ولی در مقابل ارتش اسرائیل گفت بمباران‌هایش علیه اهداف نظامی وابسته به نیروی تروریستی قدس در خاک سوریه بوده است. به روایت ارتش اسرائیل پیشینه این رویداد این چنین بوده است. ابتدا یک موشک زمین به زمین از طرف نیروی تروریستی قدس در داخل خاک سوریه به سوی اسرائیل شلیک شده که توسط سامانه ضد موشک گنبد آهنین اسرائیل سرنگون شده است. در پی این شلیک، ارتش اسرائیل مواضع نظامی شامل یک ایستگاه اطلاعات رژیم ایران و یک پادگان آموزشی آنها را در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق بمباران کرد. در پاسخ، پدافند ضد هوایی ارتش اسد دست به شلیک ده‌ها موشک زمین به هوا به سوی اسرائیل زد. پس از آن، چندین واحد پدافند ضد هوایی بشار اسد هدف بمباران قرار گرفتند. ولی مرکز فرماندهی و کنترل روسیه در خاک سوریه میگوید پدافند ضد هوایی سوریه بیش از 30 موشک کروز و بمب‌های هدایت شونده را در این درگیری سرنگون کردند. تعدادی از سربازان رژیم اسد کشته شدند. اسرائیل اعلام کرده است که مواضع نظامی رژیم ایران در سوریه را هدف قرار می‌دهد.